دوستان و شنوندگان عزیز سلام، وقت شما خوش. همینطور که میدونید از بعد از جنگ دوم جهانی، مخصوصا البته از زمانی که آمریکا تبدیل شد به بزرگترین و قویترین و مسلطترین کشور دنیا، یا یک به قول اینها یک سوپر پاور تبدیل شد، راجع به لشکرکشی‌های آمریکا به کشورهای دیگه، تجاوزهای نظامی که کرده، کودتاهایی که این ور و اون ور دنیا انجام میده، دو نظریه در مقابل همدیگه قرار داشتن. یکی کسانی بودند که طرفدار دیدگاه‌های آمریکا بودند و ادعا می‌کردند که این لشکرکشی‌ها و کودتاهایی که آمریکا انجام میده برای بست دموکراسی و اشاعه حقوق مدنی در سایر نقاط دنیا انجام میشه، و در مقابلش آزادی خواهان دنیا در گوشه و کنار دنیا بودند که ادعا میکردند که نه، تمام این لشکرکشی ها، تجاوزهای نظامی و کودتاها صرفاً برای حفظ منافع کمپانی های آمریکایی و افراد ثروتمند و مرفه الحال آمریکایی بوده. این گفتگوها، یا بهتر بگم این مشاجرات، در سالهای اخیر به ویژه بعد از، میشه گفت، از دوران بوش پدر و حمله به عراق، و بعدم داستان کلینتون و از زمان کلینتون و حمله به یوگسلاوی و غیر و ذلک بگیرید، داغ شد، مجددن بیشتر داغ شد، بیشتر از گذشته ها. و بعد با حملاتی که آمریکا به افغانستان و عراق و لیبی و سوریه و و و و جاهای دیگه کرد، این داستان داغتر و داغتر و داغتر شده و طرفین حداقل میشه گفت در یک جنگ لفظی بسیار شدید و جنگ قلمی خیلی تندی در این مورد درگیر شدن، که یک دسته اون طرف رو متهم میکنند که اینها دارن آمریکا ستیزی میکنند و حرفهایی که میزنند از سر لجاجت با آمریکاست، و طرفین مقابل هم مدعی هستند، کسانی که مدعی هستند که آمریکا داره برای حقوق بشر یا بست دموکراسی این بر اون بر دنیا میره و لشکرکشی میکنه یا کودتا میکنه یا حمله نظامی میکنه. نه، برای حفظ منافع سرمایه‌داران و سرمایه‌داری آمریکا و کمپانی‌های آمریکایی است. و به ویژه در تقریبا یک سال خورده گذشته که زمزمه‌های حمله نظامی آمریکا به ایران داره شدت میگیره، این موضوع فوق‌العاده داغ شده و مخصوصا در میان جامعه ایرانی شدت و حدت بیشتری پیدا کرده. ولی واقعیت داستان چیه؟ آیا واقعا آمریکا به کشورهای دیگه حمله میکنه، تو کشورهای دیگه کودتا میکنه و حکومتهایی رو که به صورت دموکراتیک و با رأی مردم انتخاب شدن سرنگون میکنه برای اینکه بتونه دموکراسی رو بست بده و حقوق بشر و حقوق مدنی رو اشاعه بده، یا اینکه نه، این کارها رو میکنه برای اینکه بتونه منافع کمپانیها و ثروتمندان آمریکایی رو حفظ کنه؟ واقعیت چیست؟ گفتیم شاید بهترین کار این باشه که به جای حدس و گمان و شاید و اگر و اما، بریم سراغ خود نظامیان آمریکا و کسانی که در این اقدامات دست داشتن، تا از زبان خود اونها بشنویم که آیا این حملات، این کودتاها، این سرکوبها، این لشکرکشیها واقعا برای بست دموکراسی و حقوق مدنی بوده، یا اینکه نه، پشتش تأمین منافع کمپانی‌ها و ثروتمندان آمریکایی خوابیده. و در این مورد هیچ کس را شایسته تر و برتر تر از جنرال اسمدلی باتلر ندیدیم. برای اینکه بدونید باتلر کی هست، یه اشاره کوتاهی به زندگیش میکنم که ایشون در 30 جون سال 1881 متولد میشن و در 21 جون سال 1940 میمیرن. زمانی که ایشون سر کار بودن و خدمات نظامی میکردن، به بالاترین مقام نظامی آمریکا در اون زمان دست پیدا میکنن و در زمان مرگشون بیشترین نشانهای افتخار و تقدیر را در تاریخ نظامی آمریکا به دست آورده بودن. در 34 سال فعالیت نظامی که میکرده، در بسیاری از فعالیت‌های نظامی توی فیلیپین، توی چین، تو آمریکای مرکزی و در زمان جنگ‌هایی که موسوم شد به اسم جنگ‌های موز در کارابیان شرکت داشته، در جنگ جهانی اول هم توی فرانسه شرکت داشته.
جنرال باتلر بعدها خودش به منتقد سرسخت جنگ های آمریکا و لشکرکشی های آمریکا و عواقب اون تبدیل میشه و حتی از برنامه‌ای برای سرنگونی دولت در آمریکا هم پرده برمی‌دارد. در اواخر دوران خودش وی 16 مدال دریافت کرده بود که 5 تا از این مدال‌ها به عنوان مدال قهرمانی هرویزم بهش داده بودند و ایشون در زمره کسانی بودند که در طی خدمات خود 2 بار مدال افتخار، مدال آف آنر دریافت کردند. در سال 1933 ایشون به کمیته های کنگره آمریکا گفتند که یک توطئه اقتصادی از طرف گروهی از صاحبان صنایع ثروتمند آمریکا طراحی شده بوده که بیان حکومت فرانکلین روزولت را سرنگون بکنن و از خود او، یعنی همین آقای جنرال باتلر، خواسته بودند که رهبریشون رو به عهده بگیره و به یه دیکتاتوری مثل فاشیست های اون دوران، یعنی مثل موسولینی و هیتلر، تبدیل بشه. در سال 1935 جنرال باتلر یک کتابی می نویسه به اسم جنگ باجگیری است، War is a Racket، و در زمان بازنشستگی ایشون میشن سخنگوی محبوب سربازان آمریکایی، صلح طلبان آمریکایی و گروه‌های کلیسایی در دهه 1930. جنگ‌های موز به جنگ‌هایی میگن که تو آمریکای مرکزی و کارابین راه افتاد برای حفظ منافع کمپانی‌های آمریکایی و مخصوصاً برای حفظ کمپانی یونایتد فروت کمپانی. این یه تاریخچه از زندگی آقای جنرال باتلر که با این توصیفی که گفتیم حالا به حرفای ایشون گوش میکنیم، ببینیم نظر ایشون چیست و از دیدگاه ایشون چرا آمریکا رفته به این کشور و اون کشور، لشکر کشیده، جنگ راه انداخته، حکومت‌هاشون رو سرنگون کرده، قصد و هدف اصلی چی بوده؟ آیا هدف اصلی اونطوری که عشاق سینه‌چاک آمریکا میگن بست دموکراسی و اشاعه حقوق مدنی بوده، یا اینکه نه، اونطوری که آزادی خواهان دنیا میگن هدفش صرفاً تأمین منافع کمپانی ها، سرمایه داران و افراد مرفه الحال آمریکایی بوده؟ این مطلب رو تا اینجا داشته باشید تا در بخش دیگری از زبان خود آقای جنرال باتلر بشنویم که جنگ چیست، چرا آمریکا در این جنگ ها رفته و ایشون خودشون که در بسیاری از اینها شرکت داشتند و فرماندهی عملیات را در اکثر یا بیشتر به همه اینا میتونم بگم به عهده داشتن، خودشون نظرشون در این مورد چیست؟ تا آن زمان شب و روز و روزگاران به همه شما خوش.